دوست و وطنداری عزیز، اگر شما در افغانستان هستین، ایران هستین و یا تاجیکستان و یا در هر گوشه دنیایی که هستین، شما را در نام خداوند و منجی بشر عیسی مسیح سلام میگیم. چی حال دارین؟ خدا کنه که جور و تیار باشین. چقدر جای خوشی است که ما باز با شما از استودیوی مسیحیان افغان صحبت میکنیم با کلام خدا. ولی امروز ما یک مهمان بسیار عزیزی با خود داریم، برادر ما الناتان باقستانی. برادر خوش آمدین. تشکر که ما رو دعوت کردید. خیلی خوشحالم که در برنامه شما هستم. بسیار تشکر از آمدنید. در کلام خدا در کتاب اول تسالونیان در فصل چهارم ما این قسم میخوانیم، نوشته: زیرا خود خداوند با صدا و با آواز رئیس فرشتگان و با سور خدا از آسمان نازل خواهد شد و مردگان در مسیح اول خواهند برخاست، آنگاه ما که زنده و باقی باشیم با ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا استقبال کنیم و همچنین همیشه با خداوند خواهیم بود. ربوده شدن در ابرها به معنای عزیز که یک روز ما به سوی خانه خدا پرواز میکنیم. امید. و برنامه امروزی ما هم در مورد پرواز است، برادر الناتان. بله. و ما سفری داریم به شهر مقبول کل دیول هیل و یا کوه شیطان را بکش و یا شهر کیتی هاک داریم که در ایجا اولین پرواز انسان صورت گرفته. یعنی برادران رایت در ایجا اولین طیاره را ساختن و به همین ترتیب امروز ما سفرهای بسیار طولانی را میکنیم، از افغانستان به اروپا، از اروپا به آمریکا، از آمریکا به استرالیا، از استرالیا به ژاپن. خلاصه در هر جای دنیا ما پرواز میتونیم و بالاخره به تحقیق و به کار بسیار زیاد و به زحمت‌های بسیار زیادی دو برادران رایت این کار صورت گرفت. برادر ما، شما چه فکر می‌کنین؟ من وقتی که این منظره رو رفتم دیدم از نزدیک محلی که این عزیزان زحمت کشیدن، واقعا تحسین کردم که چقدر انسان عالی میتونه بر اساس خلقتی که خدا او را خلق کرده چیزهای عالی درست بکنه. بله. اما شما هم اونجا بودید، منم بودم. یکی از بهترین چیزهایی که اونجا ملاحظه کردم و خدا با قلب من صحبت کرد، چقدر مهمه که ما میتونیم یک روز پرواز کنیم به حضور. بله. خب شما را میبریم به شهر کیتی هاک که در اونجا اولین بار انسان پرواز کرده. دوستان عزیز، در شهر بسیار زیبای کیتی هاک هستیم، در جایی که برای اولین بار برادران رایت تونستن وسیله رو اختراع بکنن که انسان بتونه پرواز بکنه. بله، هواپیما رو اختراع کردن. امروز در قرن 21 بعد از گذشت 100 سال انسان قادره که به وسیله هواپیما حتی به کرات مختلف بره. کتاب مقدس میگه چگونه انسان میتونه به حضور خدا پرواز بکنه، کیه که به آسمان خدا صعود کرده باشه. همینطور کتاب مقدس میگه خدا از آسمان به زمین نزول کرد. در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 16 کلام خدا میفرماید خدا اینقدر جهان را دوست داشت که پسر یگانه خدا فرستاد تا اینکه هر کی به او ایمان بیاره هلاک نشه بلکه حیات جاودانی پیدا بکنه. دوستان عزیز، راههای بسیاری در جهان وجود داره که انسان تلاش میکنه که وسیله اون به آسمان بره، پرواز بکنه، به حضور خدا بره. اما سوال اینه که کدوم راه میتونه ما کمک بکنه که ما بتونیم به حضور خدا بریم. خدا رو شکر راه‌های مختلف که وجود دارن، شاید بعض از اونها زیبا و عالی باشن، اما کتاب مقدس میگه تنها به وسیله عیسی مسیح که ما میتونیم به حضور خدا بریم.
این تنها جوابیه که خدا در کلامش برای ما انسان ها داره. اگر به عیسی مسیح ایمان بیاریم، ما میتونیم اون پرواز عالی رو داشته باشیم، یعنی رفتن به حضور ابدی خدا، بودن در حضور ابدی خدا. حتی این وسیله زیبایی که برادران رایس برای ما اختراع کردن قادر نمیکنه ما رو که به حضور زنده خدا بریم. و من مطمئنم که هر چقدر انسان اختراعات مختلف بکنه، هرگز اونها راه و وسیله نخواهد بود که ما رو به حضور خدا ببره. چقدر عالیه که ما به خدا ایمان بیاریم، به او اعتماد کنیم و بگیم خداوندا، همونطور که این برادرها تونستن این وسیله رو اختراع بکنن که انسان بتونه از این محل به اون محل در چند دقیقه پرواز بکنه، در چند ساعت پرواز بکنه، منم ایمان میارم به تو که اگر نجات پیدا بکنم به وسیله خون مسیح میتونم فوراً به حضور تو بیام. با ما باشی. شاید باور نکنید اما این اتاق خیلی گرمه. شاید وقتی که در نگاه اول بگیم با هم دیگه این اتاق چه جایی هستش، باور نکردنی نباشه، اما این اتاق ساده و محقر و تاریک و گرم زده رو اگر نگاه میکنید، دقیقاً اولین کمپانی ساخت هواپیما بوده در طول تاریخ. و همونطور که می‌بینید این اتاق هیچ ظاهر نیکویی نداره، مقبولی نداره، ولی حقیقت اینجاست که در همین اتاق بود که برادران رایس هواپیما رو درست کردن. و همونطور که گفتم در چند دقیقه گذشته اولین بار انسان تونست به آسمان پرواز کنه. من خیلی دارم عرق میکنم، خیلی گرمه، اما حقیقت اینجاست که خیلی از وقتا ما به انجیل که نگاه میکنیم میگیم که چطور میتونه این پیام، این پیامبر صلح و محبت، خدای آسمان و زمین که اسمش عیسی مسیح، بتونه ما رو نجات بده. مثل همین ساختمان، مثل این اتاق شاید قدیمی به نظر برسه، اما واقعیت اینجاست که عیسی مسیح بود که راه نجات رو برای ما مهیا کرد که ما بتونیم به آسمان خدا پرواز بکنیم، به حضور ابدی خدا بریم. سنگ اولین جایی بود که انسان ازش پرواز کرد، اولین بنیاد پرواز انسان بود. وقتی به این سنگ نگاه میکنم بیاد بیارم که کتاب مقدس میگه عیسی مسیح هم بنیاد ایمان ماست. اما اگر به این طرف نگاه بکنیم با هم دیگه، چهار تا سنگ رو میبینیم که چهار تا سکوی پرواز اولین بار برادران رایس بوده که اولین بار که پرواز کردن سنگ اول افتادن، دومی سنگ و سومی، و در نهایت پرواز کرد انسان. دوستان عزیز، شاید خیلی از وقتها اما در زندگی روحانیمون زمین بخوریم، مثل همین سنگا که نشون میده که این برادران چهار بار زمین خوردن. اما خدا رو شکر این برادران تنها کسانی بودن که تونستن پرواز بکنن، با اینکه خیلی ها تلاش کردن که پرواز بکنن، در گذشته موفق نبودن، اما تاریخ میگه که این برادران ایماندار به مسیح بودن و توکل کردن به خدا، فقط با $1,000 تونستن پرواز بکنن. شاید ایمان مسیح ما هم ایمان ساده‌ای باشه، وقتی دنیا نگاه بکنه بگه که شما هیچ اساس و بنیادی ندارید، خیلی ساده هستید، راجع به چیزهای خیلی بهتر، مقبول‌تر رو ما صحبت کنیم، راجع به فلسفه، راجع به دین، راجع به چیزهای مختلفی که دنیا شاید به اونا ارزش میذاره. اما واقعیت اینه که عیسی مسیح تنها راه نجات هستش. اگر به او ایمان بیاریم، اگر بپذیریم که او نجات دهنده ماست، ما هم میتونیم مثل برادران رایت پرواز بکنیم. اونا پرواز زمینی کردن، اما ما پرواز میکنیم به حضور ابدی خدا، جایی که خدا برای ما تدارک عالی دیده است. به عیسی مسیح ایمان بیارید. به کیتی هاک خوش آمدید.
این دو تا عکسی که پشت سر من میبینی همون دو برادری هستن که با اینکه افراد ساده‌ای بودن اما این ممکن رو این رو ممکن ساختن که انسان بتونه پرواز بکنه. عزیزان، کلام خدا توسط مردای نوشته شده که با اینکه ساده بودن اما این امکان رو به وجود آوردن تا ما بتونیم اراده خدا رو بدونیم. با ما باشید. دوستای عزیز، با شما را خوش آمدید میگیم در استودیو. سفری بسیار واقعا جالبی داشتیم. بله. بسیار بسیار آموزنده بود و چی جالب است خدا دو انسان استفاده کرد، به خاطر از اینکه وا تصمیمشان بسیار جدی بود و دویمی که وا ایماندار بودن. پدرشان کشیش کلیسیا بود. بله. پدرشان شبان کلیسیا بود و با $1,000 همون قسمی که شما گفتین وای کار را کردن. برادر محترم، کلام خدا در مورد از اینکه انسان باید پرواز کنه یک روز چی صحبت میکنه؟ بسیار جالبه، یعنی رابطه خیلی عالی وجود داره بین پروازی که این دوتا دوست کردن و برادر و همینطور چیزی که کلام خدا در رابطه با پرواز ابدی میکنه. اجازه بدید که من پیام خودم رو با یک سرود کلیسایی شروع کنم. بله. یک سرود زیبایی هست، میگه چون روحم با شادی و صفا پرواز خواهد کرد سوی عیسی. این ایمان یک فرزند خداست، کسی که به مسیح ایمان آورده و او را پیروی میکنه. من میخوام از شما یک سوالی بکنم دوستان عزیز، که شاید سوال هر یک از ما باشه. بله. من اون هستش که آیا تا حالا به این فکر افتادید که یک روزی شما هم پرواز خواهید کرد در طول زندگیتان، حتی اگر تا به حال پرواز نکردید؟ البته این پروازی که من در رابطه با اون صحبت میکنم پروازی است که با پروازهای دیگه فرق میکنه. بله. بلکه راجع به این صحبت میکنیم که یک روزی ما پرواز خواهیم کرد سوی خدا. آمین. انسان امروزی قادره که با یک تکه آهن که اسم اون رو ما هواپیما میگذاریم از این طرف دنیا به اون طرف دنیا پرواز بکنه. بله. اما همین انسان که قادر توانمنده و خیلی چیزها رو اختراع میکنه، حتی امروز موشک اختراع کردن به کره ماه میرن، قادر نخواهد بود که با فکر خودش با قدرت خودش به آسمان بره اگر به خدا ایمان نیاورده باشه، اگر عیسی مسیح رو وارد قلب خودش نکرده باشه. آیا تا به حال به این موضوع فکر کردیم که اگر یک روزی از این دنیا بریم بر ما چی میگذره؟ این یک سوالیه که هر یک از ما انسان‌ها باید به اون جواب بدیم. مهم نیست که در چه مذهبی هستیم، مهم نیست در چه کشوری به دنیا آمدیم، مهم نیست که چه طرز تفکر و چه معلوماتی داریم، بلکه باید این سوال رو به خودمان جواب بدیم که اگر من از این دنیا برم کجا پرواز خواهم کرد. کتاب مقدس خیلی راحت میگه و به ما نشون میده خیلی واضح که یا ما به سوی ابدیت و بودن در حضور خدا خواهیم رفت و یا به مکانی که ما اسم را جهنم میگذاریم که در آن عذاب هستش، در آن جدایی از خدا هست تا ابد. بله. حالا تو بال فکر کردیم که حتی استعدادها و قوت مثبت ما که تو زندگیمون وجود داره، مثل ثروت، مثل دارایی‌های ما، آیا به ما کمک خواهد کرد که به حضور خدا بریم؟ بله. امروز میلیونرهای زیادی در دنیا وجود داره. بله. بله. که شاید زندگی اونها زمین تا آسمون با وطندارای ما، هم وطنای ما در ایران و افغانستان فرق بکنه. بله. اما حتی اونها اگر از دنیا برن با ثروت خود نمیتونن حضور ابدی خدا را بخرن و دارا باشن. آیا میدونیم که حتی ایمان ما، مذهب ما، مراسم مذهبی ما، کارهای ثواب و خوب ما کافی نیستن؟ خوب هستن اما کافی نیستن که ما را وارد بهشت و حضور خدا بکنن. در مورد خلقت هواپیما، جور کردن هواپیما، ما دیدیم که خیلی تلاش کردن. بله. خیلی از اونها ثروتمند بودن. اما هیچ کدوم از اونها قادر نشدن که تیاره یا هواپیما را اختراع بکنن. بله. بلکه دو برادر که حتی پول زیادی هم نداشتن، $1,000 ها. بله. امروز $1,000 شما هیچی نمیتونه بخری. بله، یه کامپیوتر هم به زور میخری. نمیتونه تونستن با این $1,000 هواپیمایی را اختراع بکنن که امروز سرنوشت بشر رو عوض کرده، دگرگون کرده. پس اون کاری که اینها کردن تونست انسان رو از گوشه‌ای به گوشه دیگه دنیا ببره و همینطور استش که ما وقتی به خدای ما میاریم شاید هیچ چیز نداریم، مثل همین دو برادر نداریم، اما چون ایمان آوردیم به خدا، چون قلب خودمون دادیم، حاضر خواهیم بود که این سفر طول دراز رو، یعنی رفتن به حضور خدا رو، به ابدیت رو با عیسی مسیح سپری بکنیم. همینطور پرواز ما خواهد بودش.
بنابراین عیسی مسیح، من خواهم یک آیه رو اینجا به شما بگم که خیلی با قلب من صحبت کرد وقتی آماده می شدم برای این پیام. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 11 آیه 25 می فرماید من قیامت و حیات هستم، آمین، هر که به من ایمان آورد حتی اگر مرده باشد زنده گردد، و هر که زنده بود و به من ایمان آورد هللویا تا ابد نخواهد مرد، آمین. فرق سفر با عیسی مسیح، سفر ابدی ما با خدا، در اینه که حتی اگر ما جسمن هم بمیریم، که یک روز هر کس باید بمیره، کلام خدا میگه چون انسان گناه کرده یک روز خواهد مرد، اما چون به عیسی ایمان آوردیم، چون با عیسی زندگی کردیم، کلام خدا را اطاعت کردیم، پروازی را خواهیم کرد که حتی بعد از مرگ ما هم به آن قادر خواهیم بود. اگر شما امروز خدا نکرده بمیرید، فوت بکنید، هر کس فوت بکنه، با طیاره شاید از این مکان به مکان دیگه بره، اما فرقش در اینه که اون مرده، اما وقتی ما به عیسی ایمان میاریم، حتی اگر جسم ما بمیره، روح ما، در این سرود من خواندم یک بار دیگه میگم، چون روح هم با شادی و با خوشی و صفا، برادر دری زبان میگه با خوشی و صفا پرواز خواهد کرد به سوی عیسی. بنابراین وقتی چه عدالت عالی هستش، چقدر ما را ممکن میکنه، ما را میسر میکنه این مسیر را برای ما که بتونیم به حضور ابدی خدا بریم. آیا چنین خبر خوشی را تا به امروز شنیده بودید؟ آیا تا حالا در مذهب همچین خبر خوبی پیدا شده؟ آیا اگر در بیخدایی همچین خبر خوبی وجود داره؟ آیا در ثروتمند بودن همچین خبر خوبی وجود داره که ما میتونیم پرواز کنیم حتی بعد از مرگ ما؟ بله. من خیلی خوشحالم، من پروازهای زیادی میکنم، شما هم من میدونم که پرواز زیاد میکنید، اما اون پرواز با این پرواز خیلی فرق میکنه، بودن در حضور خدا بسیار. تنها به وسیله یک ایمان ساده، برادر و خواهر عزیز من، تنها به وسیله یک ایمان ساده شما قادر خواهید بود که به حضور ابدی خدا برید. کلام خدا میگوید اگر مسیح را به قلب خود بپذیریم، اگر باور کنیم که او برای گناهان ما مرده، اگر با او زندگی بکنیم و کلام او را اطاعت بکنیم، ما ابدیت را با خدا سپری خواهیم کرد. من اصلا فکر نمی کردم برد حسین که اگر بیام به این مکانی که رفتیم، اسمش هم فراموش میکنم، کیتی هاک، اگر به این مکان بریم خدا اینگونه میتونه با قلب من صحبت بکنه. شاید برادران رایس امروز نامشان، اسمشان در دنیا معروفه به خاطر که یک هواپیما، یک طیاره رو اختراع کردن، اما اگر ما به عیسی ایمان بیاریم، نام ما در دفتر حیات خدا نوشته میشه، در کتاب حیات، در کتاب حیات، و هرگز و هرگز فراموش نمیشه از چشمان خدا. و بعد وقتی روزی که در حضور خدا بایستیم، خدا به دفتر و کتاب حیات نگاه میکنه، میگه فرزند من به حضور من خوش آمدی، آمین، خوش آمدی به حضور ابدی من. آیا میخواهید که مثل خیلی از ما، از برادرای ایرانی، خواهرای ایرانی، برادر خواهرای افغان، برادر خواهرای تاجیک که به عیسی مسیح ایمان آوردن و امروز ایمان دارن که عیسی نجات دهنده اونهاست، ایمان دارن که حتی بعد از مرگ میتونن به حضور ابدی خدا پرواز کنن، شما هم پرواز کنید؟ اگر موافق هستید قلبتون رو به عیسی مسیح بدید. پس خدا رو شکر که ما میتونیم به حضور ابدی خدا پرواز کنیم. آمین. دوستای عزیز، واقعا چی یک پیام جالب و چی یک پیام پربرکت است. خدا واقعا میخواد که با ما دوستی داشته باشه. در رساله رومیان فصل 3 آیه 23 ما میخوانیم که همه گناه کرده اند و از جلال خدا کم آمدند. بله. ولیکن خدا را شکر است که ما در فصل 3 و آیه 16 انجیل یوحنا میخوانیم که زیرا خدا به این جهان آنقدر محبت نمود که او یگانه پسرش را داد تا هر کسی به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه صاحب زندگی ابدی گردد. خدا شما را دوست داره. بله. او میخواهد که با شما دوستی داشته باشد. او میخواهد که شما نجات بیافین. فقط قلبتان به عیسی مسیح بتین. ما یک زبور میشنویم عالی، بعد از زبور ما دعا میکنیم و با ما چند لحظه دیگه باشین. مزمور 90 از کتاب زبور شریف. ای خداوند، تو همیشه پناهگاه ما بوده ای. قبل از آن که دنیا را بیافرینی و کوها را به وجود آوری، تو بوده ای. تو را ابتدا و انتهای نیست. انسان را به خاک برمی گردانی و می گویی ای خاکیان،
به خاک تبدیل شوی. هزار سال در نظر تو چون یک روز، بلکه چون یک ساعت است. تو انسان را چون سیلاب از جای بر می کنی و می بری. زندگی او خواب بیش نیست. او مانند گیاهی است که صبح می روید و می شکفد، ولی عصر پژمرده و خشک می شود. بر اثر غضب تو ما رو به نابودی می رویم و خشم تو ما را پریشان و بیقرار ساخته است. گناهان ما را در برابر چشمان خود گذاشته ای و هیچ خطای ما از دید تو پنهان نیست. روزهای زندگی ما بر اثر خشم تو کوتاه شده است و عمر خود را مثل یک خواب می گذرانیم. عمر ما 70 سال است و اگر قوی باشیم شاید به 80 سال برسد، ولی در طول این مدت چیزی جز درد و رنج نصیب ما نمی شود. هر آن ممکن است عمرمان به سر آید و به عالم دیگر پرواز کنیم. خداوندا، کیست که بداند شدت خشم تو چقدر است؟ کدام یک از ما چنان که باید و شاید از تو می ترسد؟ به ما یاد بده که بدانیم عمر ما چی زود گذر است، تا در این عمر کوتاه با خردمندی زندگی کنیم. ای خداوند، تا به کی بر ما خشمگین خواهی بود؟ از خشم خود برگرد و بر بندگان خود رحم کن. صبحگاهان ما را از رحمت خود بهره‌مند گردان تا در تمام عمر خود شادمان باشیم. به اندازه سالهایی که ما را ذلیل و خوار ساخته ای، ما را شاد و سرفراز گردان. بگذار ما بندگانت بار دیگر اعمال شگفت‌انگیز تو را مشاهده کنیم. عظمت خود را بر فرزندان ما نمایان ساز. خداوندا، ما را مورد لطف خود قرار بده و در تمام کارهای ما ما را برکت عطا فرما. بله، در تمام کارهای ما ما را برکت عطا فرما. آمین. خدا را شکر که ما کلام مقدس خدا را زبور شریفه شنیدیم. کلام خدا واقعا شیرین است. آمین. آمین. در کلام خدا ما میخوانیم در انجیل متا در فصل 11 ما میخوانیم که عیسی مسیح برای ما میگه که ای تمامی کسایی که زحمت میکشین. زحمت چی؟ زحمت از این میکشین که در خدا برسیم. بله، همین زحمت است. تمامی انسان ها زحمت میکشن که در خدا برسن، هر کس. و باز میگه ای تمامی کسایی که زحمت میکشین و زیر بارهای گرنگ هستین. چه قسم گرنگ؟ بارهای گرنگی که ما میورداریم گناه است. گناه بسیار سنگین و گرنگ است. ما نمیتونیم از زیر زو خدا ورداریم. بله. ولی عیسی مسیح چی میگه؟ پیش ما بیاین و ما برای شما آرامش میتون. عیسی مسیح میتونه که آرامش کامله برای ما ببخشه. اما قسمی که قبلا گفتیم که انسان گناه کرده و از جلال خدا محروم است، ولی خدا انسان دوست داره. او میخواد با انسان قربت داشته باشه، او میخواد با انسان دوستی داشته باشه. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 15 میگه که من دیگه شما را غلام نمیخوانم، من شما را دوست خود میخوانم. چرا که بادار هر چیز برای غلام خود نمیگه و غلام هر چیز بادار را نمیفهمه، ولی عیسی مسیح میگه من هر چیزی را آشکارا بر شما دادیم، نشان دادیم. عیسی مسیح میخواد که با ما رشته مثل پدر و پسر داشته باشه. امه. بله، رشته مثل پدر و دختر داشته باشه، رشته نزدیکی را داشته باشه. او دوست داره و او میخواد دوست ما باشه. اگر شما میخواین به عیسی مسیح ایمان بیارین و این صلح و آرامش در قلبتان جای بتین، عیسی مسیح میتونه که بر شما مفت و رایگان بده. دعایی که برادر ما الناتان باقستانی میکنه خوب گوش بتین. اگر شما قلبتان به عیسی مسیح میتین، تکرار بکنین این دعا را. برادر محترم، حتما خواهش میکنم. عزیزان، اگر میخواید قلبتون رو مسیح بدید، میتونید دعا رو با ما تکرار بکنید. بگید عیسی مسیح، من الان به حضور زنده تو میام، میپذیرم که گناهکار هستم و قبول میکنم که به نجات تو احتیاج دارم. تو
تو رو شکر میکنم که تو به من گفتی که نزد من بیا. من الان با تمام بارها، تمام تکلیفها، تمام مشکلات و تمام گناهانم نزد تو میام. متشکرم که مرا ترک نمی کنی و مرا از حضور خود بیرون نمی کنی. الان از تو دعوت میکنم که وارد قلبم بشی و از این لحظه بعد تو در زندگی من حکمرانی بکنی. متشکرم که تو روی صلیب برای گناهان من مردی و این فرصت رو به وجود آوردی تا با ایمان آوردن به تو وارد حضور ابدی خدا بشم و اون پرواز عالی را بکنم. متشکرم که مرا دوست داری. این دعا رو در نام قدوس تو میکنم، ای عیسی مسیح. آمین. آمین. دوست عزیز، بسیار تشکر از اینکه این برنامه ما را از طریق تلویزیون مسیحیان افغان آواز مسیح شنیدین و برادر محترم الناتان بسیار تشکر که تشریف آوردین. از طرف ما خواهر من نازنین جان و بچه های بسیار نازنینتان حتما سلام میگین و خدا را شکر میگیم. تا برنامه آینده را از شما اجازه میخواییم. خدا نگهبان شما باشد. خوش باشید که مسیح آمد نجات همه دنیا. خوش باشید که مسیح آمد نجات همه دنیا. با پایشان افتادم، حمد خدا را کردم. با پایشان آن مسیح مهربانم، چو حیات بخشید و جانم. آن مسیح مهربانم، چو حیات بخشید و جانم. ترک و کرد همه جلالش، حمدش از پرد زبانم. نخست زاده یه ملائک ندانست اسرار ماله. نخست زاده یه ملائک ندانست اسرار ماله. گشت مجرد